سلام، همکنون چهارشنبه هفته شهریور صبح هست. خبر جالب فوری اینه که این فردی که به عنوان آرسن لوپن بهش گفتن، حالا فیلماش پخش شده بود و اینا، بازداشت شدن، دستگیر شدن. دیشب من این خبر رو دیدم، آخر شب بود، یه طلا توییت یا هر چیزی هست در ویراستیه آقای سعید منتظر وحدی، که ایشون پزشک، دوستان که نمیدونی دکتر هستش ایشون، که هم معاون فرهنگی انتظامی هم سخنگو هست، دیشب اعلام کرد که دقایقی پیش این افرادی که گفته میشد فیلماشو پخش شده بود، استاد ماین و غیره، اینا بازداشت شدن و سایت تسنیم و اینا میگفتن فردا قرار نیروی انتظامی یک در واقع ویدیوهای نشون بده، مصاحبه هایی که حالا انجام شده و غیره رو اعلام بکنه، ما منتظریم تا خبرش بیاد. حالا الان مصاحبه هاشون اومده، من برای افرادی که فقط اومدن فیلم ها رو، عکس ها رو، اینا رو ببینن، سری گزارش هایی که همونجا حالا خبرنگاران اینا رو گرفته رو پخش بکنیم، بعد در موردش صحبت بکنیم. هم در مورد مسئله PTSD اینجا خواهیم صحبت بکنیم، هم مسئله تنز، چون من اینجا تنز هم درست کردم، و هم فیلم هایی که پخش شده بود این چند وقته ببینیم. حالا برای که افرادی که فقط به خاطر فیلم ها اومدن اینو پخش توضیح بده، اینا رو من سرعتش هم پایین نمیارم، همینجوری که هست من خب ببین، مطلبی که هست فهمیدین تو زمین یک سایت صحبت کرده بود، اینجا گفتش که ما این که فیلم که 23 پخش کرده این مقدار کار ما رو سخت کرده بود، درسته دیگه، چون اون فرد هوشیار میشه، میفهمه که همه جا شناختنش، الان ممکنه که هر لحظه برای دستگیرش بکنم. پس پخش این فیلم ها من همون روزهای اول میدیدم، میخواستم بیام در موردش ویدیو درست بکنم، هم میگفتم این کار درست نیست. حالا همچین استدلالی به ذهنم نمیرسید که الان اینا هوشیار میشن برای دستگیریش، مثلا بازداشتشون و غیره، چون فکر میکردم فیلم مال قبله. گفتم خود اون افرادی که گوشیاشون دزدیده شده در مواجهه با این ویدیو دوباره خاطراتشون یادشون میاد، چون من خودم یه بار تو گیشا گوشی رو دزدیدم، سالها، مثلا 5 سال گذشته هی توی ذهنم میاد گاهی. خب این مطلبی که گفتم مربوط هستش به سایت ایسنا. ایسنا ساعت 10:30 دقیقه هفته شهریور آیه سردار عباس علی محمدیان در واقع در حاشیه توضیح این موضوع گفته که اون ویدیویی که 23 پخش کرد که اینا جلوی آبر بانک گوشی ها رو میدزدیدن، این بوده کار سخته، و این همون 48 ساعت اول اینا دستگیر میشدن. بعد مطلب بعدی در مورد این لقب آرسن لوپن هست، اینجا میبینید عکسش گوشته بر بود هستش، به در شخصیت داستانی رمان های فرانسوی زمان قدیم بوده. حالا نیم تزایی میگفت که این لقبی که به این افراد دادن این اصلا شایسته نبوده، واقعا هم اینجوری هست. این شما به در تاریخ مثلا کسایی که علاقه دارن دنبال میکنن مثلا خبرهایی که مربوط به جنایات و جرائم بین المللی و اینا رو میدن که این شخصیت از زودیاک، فرد قاتلی بوده زمان قدیم در شمال کالیفرنیا در امریکا، هنوز که هنوزم انقدر افسانه‌ای هنوز کسی پیداش نکرده. این افراد خب با موبایل موتور میرفتن تهران، هم همه عجله دارن، حواسشون نیست، مثلا تیم مخابر قبض تلفنشو پرداخت کنه و غیره، یه دفعه گوشی از دستش میدزدن. این مثلا آنچنان نقشه پیچیده یا مثلا مخفی کاریشون یه ماسک زده دیگه، همین تصویرم هم که در کلا میدید، در ویدیو میدید که کلا گذاشته، همین کلا احتمالاً دیگه، حالا عکسشو میبینیم در سایت گذاشتن، مال جام جمه. ولی خب ویدیوها پخش شد، این فکر کنم راننده اتوبوسه، چند روز قبل من اینو دیدم، اینا میان رد میشن، این اسکرین شات هم از اونجا گرفته شده. حالا یه جای ویدیو میگه من نیستم، اون قبل قدش بلندتره، ولی خب اینجا میان رد میشنه، ولی خیلی میخوره خودش باشه دیگه. حالا نیروی انتظامی میاد اویدنس ها رو اینا رو کنار هم میذاره، بعد دادستان پرونده‌اش رو میبره، یعنی برای دادگاه موجه میشه که این افراد خودشون هستن، حالا چقدرش گردن بگیرن نگیرن اینا، حالا تحقیقاتشون شروع میشه. چیزی که داشتم فکر میکردم این خوشبال این سربازه شد، یه سربازه حالا معلوم نیست که یه خدمتشه، امروز اونجا وایساده بود دیگه معروف شد، سربازه دیگه معروف شد، حالا خدمتش تموم بشه همش میگه که ببین من اینا رو دستگیر کرده بودن، من اونجا بودم، کلی خاطره تعریف کنه حالا برای بچه محلشون. و اینو ببینیم، اینا فیلم هایی که برای امروز بوده، گزارش ها و غیره. سابقه داری؟ چند تا؟ کی آزاد شدی؟ صداش خیلی کمه، یه توضیح بده؟ آها، این با وثیقه بیرون بوده، یعنی به صورت موقت آزاد شده، باز دوباره ادامه میده. این همین فرده دیگه آقا، مگه این فرد نیست؟ این همینه دیگه، شما به حالتش رو
ببین رنگ پوستش، این گوشاش، حالا کلاهش آنچنان نمیشه گفت، ولی حالت این آدم رو ببین، استایل این آدم رو ببینی، خب یه قرینه بیرونی در نظر بگیریم ما، ببینیم که ببین برجستگی این گونه، این کچیمش میگن اینجا، پلک استخوان زیر پلک این فرد. یه چیز جالبی که من متوجه شاغل شدم، چند؟ دقت بکنید، این کلاه معروفی که این میذاشته سرش های رایدر نوشته شده روش. دقت کنید های رایدر، همین الان به ذهنم رسید، خیلی نکته جالبیه نمیدادی احساس خوب. های رایدر. خب این جالب بود. بعد ویدیو بعدی که همه گزارش هست، او این خدا کنه که داخلش وسایل، چون این یوتیوب یه حساس هست به لوازمی که این افراد نگه میدارن، نظر سلاح و غیره، من لباس این افراد خیلی هم چیزه، مثلا کلاهای رنگی رنگی و کتونی هایی، چون بشین کتونی زرنگی و اینا هم دارن، لباس آه چرا هست، لوازمشون هست در اینجای تصویر میتونی، و گوشی هم هست. و آقا نشون نده دیگه این وسایلش چی بود، اپل واچ بود اینجا، نه ساعت معمولی، پول نقدم دارن که قابل ترک شدن نباشه دیگه، وقتی که میخوان پرداخت بکنن، یا اون فرده که گوشی ازش رو میخره بعد میبره چیکار میکنه، لوازمشو در میاره اون فرد مالخر، یا حالا میبرن خارج، یا اگه فرد بی اخلاقی باشه میره لوازمش رو میفروشه به افرادی که گوششون رو تعمیر بکنن. این خیلی بی انصافی، الان در موردش صحبت میکنیم. خب این گزارش انتظامی رو بشنویم. مشاهده فرمودی دو تا سارق عادی که نشاید آه همین، یه سارق عادی، واقعا هم یه گوشی دزد بودن دیگه، مثلا آنچنان پیچیدگی نداشته که، الان همین شهری که من هستم، قدیما میگفتن یه طلا فروشی بوده، این افرادی رفته بودن کوچه پشتی یه خونه اجاره کرده بودن، این موضوع خیلی سال پیشه، از بی پروژه یک ساله بوده مثلا، بعد تونل میزنن به صورت ال، میرن توی زمین، میان از زیر طلا فروشی میان بیرون، طلاها رو جمع میکنن میرن، مثلا تعطیلی بوده، موقعی که این طلا فروش میاد اونجا باز میکنه و غیر متوجه میشه، اینا اصلا رفته بوده، خارج شده بودن از مثلا محدوده جایی که میتونن دستگیر بشن. خیلی چیزای پیچیده تر هست در حوزه اتفاقای مثلا جنایی این چنینی، این اصلا یه گوشی دزد ساده بودن دیگه، شما در تهران جو گوشی تو بگیر دستت، ممکنه دوست با موتوری به وایس یا غیره به گوشی رو ببر، آنچنان پیچیدگی نداشته فعالیت اینا. مگه بتونم این صدای، چون مقدار با موبایل 20 تا میکروفون اونجا هست، ولی این فایلی که منتشر کرده تسنیم کیفیتش از صدای خیلی پایینه، اگه من بتونم اینو با پلیر خودمون پخش بکنیم که صداش بتونیم بهتر بشه. خب الان این پلیر خودمون صداش هم بهتره. روز خدمتگزاران خودشون با مردم صادق هستن، در خدمت شما هستن. خب این ویدیو بود، حالا باید ببینیم که مثلا به صورت این کنفرانس خبری برگزار شده فایل کامل ترش هست آیا یا خیر، که حالا اگه بود قسمت های بعدی اینجا در موردش ویدیو درست کنیم. خب حالا الان این فیلم های سرقت این فرد رو ببینیم، یا اینکه ببینیم جزئیات بیشتر درون سایت ها، درون سایت ها بهتره. و آرسن لوپن هم من اینجا دیدم، خیلی مردم خوش ذوق هستن، رفتن در ویکیپدیای این شخصیت ادیت کردن که چند وقت گذشته در شهر تهران ایران سارقی معروف به آرسن لوپن دست به خلاف گذاشت که به خوشبختانه پس مدت کوتاهی توسط نیروی انتظامی دستگیر شد، و این آرسن لوپن رو رفتن صفحش رو ادیت کردن، این فرد رو اضافه کردن بهش. خب مسئله بعدی مربوط است به سایت مشرق، ساعت 10:30 اینو منتشر کرده که من عکساشو برداشته بودم که اینجا نشون دادیم، میشه ببینید افراد از اسکناس استفاده میکنن و به خاطر اینکه این قابل ردیابی نباشه دیگه. خب من به سرعت این وسیله‌ای که رو میز هست رو رد بکنم که یوتیوب نبینه. آره خب شما ببینید قوانین رو اینجا رعایت بکنیم. نکته قابل توجه که در اینجا نوشته شده است که تمامی این سارقین زیر 22 سال سن دارن و
متاسفانه آنها به 10 فقره سرقت اعتراف کردند به همکاران ما، یعنی همکاران نیروی انتظامی، با تلاش فراوان علیرغم سابقه دار بودند و تغییرات مکرر مخفیگاهیشان موفق بازداشت آنها شدند تا مردم تهران بتواند در آرامش زندگی کنند. فرماندهی انتظامی تهران، فرماندهی انتظامی تهران اظهار داشت که نیروهای انتظامی برای امنیت مردم ریسک میکنند و جان خود را به خطر میاندازند و او اشاره کرد که در خصوص کشورهای همسایه که مقصد گوشی های ثروتی هستند تمهیدات لازم انجام شده و در آینده نزدیک اخبار خوشی به مردم اعلام خواهد شد. ببینید یه چیز جالبی که من الان دارم میبینم اینکه چرا این افراد علاقه دارن به لباسای یه طیف لباس خاص رنگی. کتونی ها رو من دقت کردید رنگی رنگی بود، این کلاهای رنگی رنگیه مثلا این شکلی، این مثلا میتونه نشون بده یه کالچر خاصی رو یا چی. این به همین الان رفتم تو فکر این موضوع. خب حالا بهش فکر کنم، شما هم بهش فکر کنم. خب اینم باز همین میبینید که کلاهای رنگی رنگی و کتونی های رنگی رنگی این شکلی، اصلا به این کتونی ها میگن کتونی زرنگی، و این کلاهای این شکلی. این با خیلی جالب باشه این موضوع، اینکه از دید روانشناختی چه چیزی میتونه به افراد مثلا بیننده این موضوع میتونه برسونه. حالا بهش فکر میکنم، بهش فکر کاش روانشناس بوده بهش صحبت میکردیم، یعنی که کاملا اتفاقی است مثلا این موضوع یا چی، یا از روی کالچر خاصی میاد نمیدونم. سارق موبایل قاپی که فیلم ها را در گیشا استاد معین دستگیر شد، من همون زمانی که گوشی بردن سال 96 7 بود، 97 گیشا، این طرف گیشا سمت امیرآباد نشسته بودم تو ماشین، شیشه هم پایین بود. حالا همیشه من امکان نداشت میدیدم مثلا اونجا مثلا افراد میمونن عاد و زواد، شیشه ماشین پایین بود، یه دفعه که گوشی غیب شد، تا هم دور بزنم تا خیابون دو تا موتوری بودن، رفتم پیداشون نکردم و رفته بودن خلاف انداخته بودن، رفته بودن داخل از اتوبان رد شد، موقع پول بود، پول گیشا بود، موقع رفتم داخل گیشا، من رفتم از طریق لپتاپ، گوشیم آیفون بود، میگن لایو جی پی اس شو، اون چیزی که تو فایند می شو پیدا کردم، جاشون مشخص بود کجا بود ولی نمیشد بری اونجا که چون جا به جا میشدن، با شارژم هم کم بود. بعد گفتم اگه این خاموش بشه دیگه اطلاعاتم میمونه اونجا، اطلاعات مثلا من کارم املاک بود کلی، مثلا شماره اینا توش بود، گفتم دو راه دارم، یکی ایریزش بکنم از طریق وقتی که به اون اینترنت وصله تا اون لحظه شما میتونید فرمان بدی که خودتو پاک بکنه گوشی، یا اینکه قفل شو. گفتم اگه قفل بشه بعدا ممکنه باز بشه ولی اطلاعاتم شماره اینا پخش بشه از طریق این چه میدونم دزدی که اونجا هست، باز میکنن، حالا دوست آیفونه ولی باز میکنن دیگه، یا اینکه یک گوشه کار بکنم کلا پاکش بکنم. گفتم آقا ایریز میکنم دیگه فایند بسته میشه دیگه، قابل ردیابی نیست به طورت حالا دستی سایت اپل، ولی از خیرش میگذریم. حالا گوشی گرونی هم نبود اون زمان، یه آیفون معمولی بود، ایریزش کردم گذشت. اما سالهاست من یعنی واقعا اینکه بی تی اس دی روش داشت اینجا صحبت میکنیم، هم حالا نه به صورت پی تی اس دی ولی من همش تا شیشه ماشین میاد پایین گوشی دستم همش این وحشت دارم، الان دوز میاد، الان دوز میاد. بیشترین آسیبی که این افراد میزنن، من خیلی چند نفر دیگر رو میشناسم، یعنی هر کسی که دوز گوشیشو برده شو ازش بپرسید با یه حالت تلخی صحبت میکنه در دو موضوع. ببینید ما الان در یک عصری زندگی میکنیم که واقعا این گوشی جزوی از بدن ماست، گوشی جزوی از بدن ماست به نوعی، یعنی چشم ماست، گوش ماست. وقتی خب اطلاع پیدا بکنیم، صبح خیلی از افراد متاسفانه مثل خودم آقا پا میشن سری نگاه میکنم من چه خبر دنیا، چه اتفاقی افتاده، چه پیامی میاد، یعنی هم گوش شماست، هم چشم شماست، هم دست شماست، خرید میکنید باش. وقتی این گوشی برده میشه انگار یک قسمت از شما کنده شده رفته، خیلی حس بدیه که این احساسی که در افراد به وجود میاد، حالا این پی تی اس دی که من تکرار میکنم هستش، در واقع پست تروماتیک استرس دیزوردر، استراب، اختلال استراب پس از حادثه، که در واقع علائمی داره که اون افراد پیدا میکنن.
حالا این موضوع تخصصی روان پزشکی و روان شناختیه و من به ذهنم رسید اونجا خواستم بگم که این آسیبی که افراد میرسونن با این کارشون صرفا مسئله مالی نیست. این افرادی که اتفاق براشون افتاده ازش بپرسیم که آقا اصلا بس پولش نیستش که، این حس بد که قسمت از شما کنده شده و رفته، خیلی این حس ناجوریه. اگه گوشی خالی باشه خب، یعنی اگه بهش بگی آقا این آقا پول احتیاج داره، خب اصلا جوانه مثلا کار نداره، حاضری انقدر پول بهش بدی؟ میگه بله من حاضرم، ولی به سختی ولی حاضرم. یعنی در نظر از نظر مالی نیستش که اون فرد آسیب میبینه، بیشتر این حس بد، حس بد. ولی خب دیگه افراد باید هوشیار باشن دیگه، فقط هم اینجا نیستش که. در حالا بس فیلماشو ببینیم. خب یکم در مورد طنز داشتیم سایت رو نگاه میکردیم، حالا طنز چند دقیقه دیگه میبینیم. خب این اکس ها رو خواستم ببینم زودتر، سایت ها رو جمع بندی بکنیم. حالا این ویدیو اولیه هست، اگر جای دیگه هم اومد حالا بشون پرازیم. این هم همون موتوره، یعنی موتورش رو ببینیم چی بوده، سی جی اینجا نه، حالا تو فیلم ها خواهیم دید. این موتورش الان اینجا رنگیه اینجا، حالا این حالا شاید این اون موتور نباشه یا قاب ما باشه عوض شده باشه، نمیدونم. آها از روی کلا کاسکتش رو نمیشه فهمید، نه دیگه کلا نداشتی، کلا معمولی نقاب دار داشت. خب این چیه؟ آرسن لوپن به تله افتاد، جزئیات خاصی نداره و حالا گفته که تحقیقات انجام شده، پرده تشکیل شده و غیره. و بعدی ویدیو سایت مطلب بعدی که هست دیگه میره توی فیلمایی که منتشر شده، که حالا فیلماشو برای خودم دارم از اول روزی که این فیلماش پخش شده بود و هی برای خودم فوروارد میکردم که هی میخواستم اینجا بیام تعویض ویدیو درست کنم، گفتم این حالا درست بازدید داره ولی خدا نکرده اون کسی که گوشیشو دزدیدن تو اون فیلم هست این اینو ببینه، خیلی حس بدی پیدا میکنه، خیلی حس بدی پیدا میکنه. این جنبه ای که اینا افراد میرن مخفی میشن و غیره، این اصلا به ذهنم آنچنان نرسیده بود اون لحظه. علت اینکه ویدیو رو درست نکردم اون روز، یه هفته در روز پیش بود، همین بود که گفتم این افرادی که میبینن باز یادآور خاطراتشون هست و حس بدی پیدا میکنن. خب از یه طنز رو بگم، بذار طنز رو بگم آقا. سلام من ببینید، طنز همون خشمه، یعنی به نوعی ابراز خشمه. این مال میتونه از کسایی که روانشناسی بلدن به مسائل روانشناختی واقف هستن میتونید ازش بپرسید، بهش خواهم گفتش که طنز به نوعی تلطیف شده خشمی که شما دارید. این ویدیو رو چند روز پیش درست کرده بودن، در حال نمیدونم اینستاگرام یا بلاگری بوده یا هر چیزی بوده، یه منتشر کرده بودن که میبینیم با هم دیگه. سر استاد مهم وایستادم. سلام من سر استاد مهم وایستادم. ای آقا شما سارق معروف تهرانی؟ بله بله شناختین منو؟ بله من همه فیلم های موبایل قاپی شما رو از تو اینستا میبینم. لطف میکنید خیلی ممنونم. دستگیر نکردن شما رو؟ هنوز نه، ایشالا دو سه روز دیگه، فعلا دارن دانه درشتا رو میگیرن. من فیلم سرقت رو از دوربین مد... آها این در آپارات کپی رایت داره دوستان، جایی به اسم آخرین ویدیو اینو منتشر کرده، حالا یا ساخته خودشون یا هر چیزی که هست، این چه کپی رایت داره من نمیتونم پخش کنم کامل، اما ایشون میگه که مثلا بیا با من عکس بگیری. چی ریک قربان بله بله گوشی خودتونه بفهم، میگه میشه خانم یه شما سلبریتی شدی الان میشه با من عکس بگیری؟ آره سلفی با هم بگیری. بله بله گوشی خودتونه بفهم. چی ریک قربان شما، من عکسشو میذارم تو پیجم. خیلی ممنون. پیج رفتن خودشون رو گیریم کردن اون فرد و یه میزانسنی چیدن که شبیه اون اتفاق باشه. بله بله فالو بفرمایید. حتماً حتماً راضی باشین دیگه، قربان شما، خدا نگهدار. خب ببین این طنز هست، طنز در واقع پر از حرفه، در واقع گلایه داره این موضوع، گلایه مندی از اینی که دزدا. خیلی پیچیدگی داره این موضوع دیگه، حالا ببینم سازندگانش چه کسایی هستن. کاش اینجا بود کردیتسشو اول مشکل کردیتسشو اینجا میگفتی. نمیدونم این افراد این ویدیو درست کردن، ولی خب اینا گفتم این موضوع این ویدیو همین سرقت هست، خالی از عریضه نباشه این چیزی که داریم درست کنیم. خب پس فیلم های سرقت این افراد رو ببینیم، از نظر جالب بودن رو میخوام پخش بکنم دیگه الان.
حالا اونایی که من جدا کردم به نوعی مشخص نیستن اون فرد. جمع اون افرادی جایی بود که تصویرشون چه تو بانک هست، اون فرد که گوشیش دزدیده شده دیده میشه. مطلبی که هست یه جنبه مهم دیگه داره دیدن این ویدیو، اینه که شما میتونید هوشیارتر بشید. اینکه حتی کنارتون هم چند نفر هست، اونجا جلو در بانک هم هست، ممکنه دزد بیاد. خب اینو ببینیم. اینو من چندین بار دیدم که در واقع فقط لحظه که گوشی رو میدوزه به جلو نگاه میکنه. ببین لحظه که گوشی، یعنی اولی هدفگیری تو ذهنش میکنه. خب یه هدفگیری تو ذهنش میکنه، وقتی گوشی رو میدوزه فقط به رو به روش نگاه میکنه. بعد اینا فکر نمیکنن اون موتوری که قراره بره، مثلا شریکش که اونجا هست هم دستش، موتورش همون لحظه خراب بشه. نمیدونم اصلا اینجا چجوری همچین کاری میکنن. ببین با چه سرعتی رفت. ببین گوشی های بزرگ هم مشکل داره دیگه. قدیم گوشی ها کوچولو بودن، مثلا سونی اریکسون و همین گوشی های سامسونگ قدیمی که بود کوچیک بود، شما کامل در مشتتون داشتید. خب حتی آیفون کوچیک، آیفون 5 اینجوری بود. ببین اینجوری بود، جای دستگیره نداشت که مثلا بتونه بگیره. اما این گوشی های جدید که این قاب همین این گوشی که میبینید مثلا اینقدر، شما اینجوری میخواید بگیرید دیگه. تصویر بزرگتر بکنم، اینجوری میگیرید این گوشی رو. خب این بالاش کاملا دستگیره است برای اینکه دزده ببره. حالا مثلا با این مقایسه بکنی، این وقت دستگیرش کوچیک‌تر، این قاب آیفون مثلا 5 6S، خب 7، این تقریبا جاش کمتره. شما مثلا اینجوری گوشی دستتون هستش دیگه. خب اینجا اگه بخواد بگیره این جای دستگیره نداره، اما این کاملا جای دستگیره داره. پس این چیزی که من الان خودم اینجا کشف کردم اینه که گوشی های بزرگ راحت تر دزدیده میشن. گرفتی؟ چون اینشون الان گوشی دست داره کار میکنه. دقیقا وقتی که میگیرتش کل دستشو میپوشونه. گرفت؟ یعنی اینجوری نمیگیره، مثلا اینجوری بگیره، کامل اصلا تو دستش میاد. خب یه فیلم این بود که حالا میره و این فکر کنم اولین چیزی که بود که منتشر شد 8/8/2024، الان که یه آگست 28. آره دیگه، آقایی که گفت صبح میرفتیم و میرم میبینید ساعت 10 صبح. آه اینم شریکشه. به موتورش شرنگیه. آها این موتوره فکر کنم همون موتوریه که اونجا پارک بود، توسی و مشکیه دیگه، توسی و مشکیه. بذار رنگش رو چک بکنیم اینجا ببینم. خب این دیگه خسته کننده میشه اگه بخوام هی دونه دونه چک بکنم. اما خب یه کنجکاو شدم. آقا این موتور همین موتوره به نظرتون؟ میخوره همون موتور باشه؟ آره آره میخوره همون موتور باشه. حالا اویدنس هاشو اینا رو پلیس بررسی میکنه. خب این که میبینید این ویدیو یکی از ویدیوها هست با چه قدم برداشته داره میره. های رایدر اینجاش نشون، های رایدر. خب ویدیو بعدی مربوط به دقت این هست، یه فردی از رو لپتاپ گرفته. اینجا این صحنه رو تصویر کاش میتونستم بزرگتر بکنم. ببین چی شد؟ بابا این صحبت هاشون که اصلا ربطی ما نداره. ببین یه دور دور این فرد، دوتا فرد زد، اینا خودشون فکر کنم نگهبان اونجا بودن، لباسشون آبیه درسته، یا کارمند اداره چای اینجا، نه ارباب رجوع هستن، یعنی مراجع کننده به یک اداره ای هستن، مثلا شرکتی چیزی. ببین یه دور دورش زد. ببین هر موتوری که نزدیک شما تو پیاده رو وایس، باید با هوشیاری باشید دیگه. خب نگاه کنید ببینید که مثلا جایی در مثلا
بر خیابون اصلی هست هوشیار باشین. من قدیم تهران بودم، این چند ماه اومدم شهرستان، راحت راحت، یعنی با میشونی ماشین تو تقریبا به تو درشو باز بذاری بری خونتون در عراق، مثلا شهر تفرش شما میتونی راحت. مثلا من میخواستم تهران این باند ماشین رو عوض بکنم، جرات نمیگیرم، گفتم دوز میبره موبایل تو خیابون، گفتم آها این دوز اینجا راحت برخواه. ولی خب در بر خیابون اصلی در تهران ممکنه که این اتفاق برش رو بیفته، از باید هوشیارانه رفتار بود. فرق نمی کنه شهرستانش هم همینطور، کلن هوشیار باشید چون عواقب این اتفاق سنگین تر از بحث مالیش هست. به عنوان فردی که اتفاق افتاده برام دارم میگم، حالا از این بدتر هم برای خیلی افراد دیگه ای اتفاق افتاده که حالا میتونید مثلا افرادی رو مثلا پیدا کنید که ازشون سوال پرسید به شما خواهند گفت. پس اینکه شما هوشیار باشید بهتر از اینه که هوشیار باشید بهتر از اینه که حالا بعدا بیان اینجا کلیپ درست بکنن و بگن آقا موبایل من گندگی توی خیابون بر خیابون اصلی. حالا بعد ببینید که چه اتفاقی خواهد. حالا بعضیاشون که حالا این که دیگه رفته جلو آبربانک دیگه تقصیری نداشته بود که نفر قبلی که دید جلو آبربانک داره کارش رو انجام میده زندگیش رو میکنه، کلا نمیتونه با این استرس زندگی بکنه که الان یه دزد میاد الان یه دزد میاد. ولی بعد هوشیار بود دیگه، شما در خونتون هم باید قفل بکنی میای بیرون دیگه، چه برسه که اموال توی خیابون دست دستت، هوشیاری رفتار بکنی مترو غیره. خب ویدیو بعدی این هست. آها اینو من دیدم خیلی دلم سوخ واقعا. ببین بنده خدا بعد ببین فردی هم که کنار خیابون مثلا اومده اینجا مثلا پوشال کولر عوض بکنه، قشری نیستش که مثلا آنچنان ثروتمند باشه، که کسی که خیلی ثروتمنده توی ماشین چه میدونم لنکروزش نشسته کولر هم گرفته چیشش هم بالای گوشی آیفون الان 16 هم داره میاد اینجا مثلا جلوش گرشته پخش بشه توی ماشین اون نمیره. مثلا مثال دارم میگم، ما فیلمی مثلا این چنینی الان نمیبینیم که بله اونا رو مثلا دوست میره تو خونه شون موقعی که میرن خارج فلان، ولی این افرادی که مثلا توی خیابون شما میبینید هستن فردیه که رفت ساعت 10 صبح تو صف بانک وایساده کار داره دیگه، داره خرید میکنه دیگه، ولی با چه زحمتی مثلا موبایل رو خریده. بیا این فرد اصلا خودش به نظر میرسه پیک موتوری هستش، شغلش با موتوره. کاش تصویرش نشون نمیدادیم. بذار یه چیزی بذاریم جلوش معلوم نباشه ها. دیگه نمی پخش شده دیگه. اینم کانال تلگرام نمیشه 20 اینچی مدیا اینو منتشر کرده. اصلا خودمون چه میدونم مغازه‌ای که دوربین داشته منتشر کرده. ولی خب یاد فرد دیده میشه هی میخواد فیلم خودش رو ببینه بعدن در مثلا اینترنت. هی یادش میاد این صحنه. ببین این کار خیلی نوجوانمردانه است واقعا. بند خدا تا چند سال بعد آها یکم هم هولش میده انگار، درسته؟ واه الان کشف کردم به خدا، یکم هولش میده، همین الان کشف کردم. یه ترفند عجیبیه نها کن. گفتم چرا کج شد وقتی که رفت. ببین وقتی با این دست گوشی رو میدزده با اون دست هولش میده، دقت کنید. ببین این دستش به گوشی، اون دستش پشت کمرشه. ببین یک دو سه دیدید با یه دست گوشی رو میگیره با یه دست هولش میده که چند ثانیه فرصت داشته باشه برای فرار. یه بار دیگه پخش میکنم بعد با سرعت کم هم میبینی. یکم هولش میده به نحوی که حتی این پوش برخورد میکنه این پوشال کولر رو هم میفته. خب این چیزی که کشف کردم خیلی مهم بود. این گوشی نگاه میکنه. خب بخواد چیکار کنه پس آخه؟ بس سرعتش رو اسلو کنم. عجب چیز جالبی کشف کردم. ایوه خودم الان دیدم و بعید میدونم کسی توجه کرده باشه به این موضوع. ببین سرعتش کمی کم کردم. مربوط 2.8403 هست. بخشی 8.3 8.3 بله کاملا هولش میده، کاملا هولش میده.
این حالا تالا میره کم. آخه ببین نمیشه توقع از مردم داشته باشه که چرا نمیرن کمک و غیره. کسی که میره نمیدونم، آقا نمیشه توقع داشته باشه از افرادی که میرن کمک، نه اینکه گلایی داشته باشه افرادی که نمیرن کمک. خب چون خیلی از یه چیز جالبی هم هست، حالا نه در مورد این ویدیو، خیلی از سرقت هایی که اتفاق میفته سوری اون لحظه میتونه سوری باشه که دیگران حواسشون پرت بشه از این سرقت دیگه ای که اون لحظه اتفاق میفته. این خیلی نکته مهمی ها، خیلی نکته مهم. خب حالا ویدیو بعدی ببینیم. آها همین که اسکرین شات گرفته بودن ازش رو، اینم اینقدر اسلو که اشکال نداره اسلوش. سریع این راننده اتوبوسه فیلمش رو گرفته. خب این بود و دیگه فیلم های سارق معروف با آرسن لوپن، که خدایش هم آنچنان آرسن لوپنی نبود، واقعا واقعا مثلا یه گوشی دزدیه دیگه. این یه چیز ابتدایی هستن. تموم شد. حالا یه چیز جالب من این چند روز قبل دیدم، در نمیدونم جاشو نمیدونم گفت گفته میدن اسپری جای برده بودن دیگه، ولی چون میشه منتشر شده نشون میدیم. خوب با دقت نگاه کنید ببینید این دوست چی کار میکنه. سرعتش خیلی پایینه دیگه، این کنده کنده. نرمالش میکنیم. من خودم هر چیزی به ذهنم میرسید باقی که میدم به جز این کار. حالا انگیزش از این کار چیه نمیتونم متوجه بشم. آه کپی رایت داره، صدا موزیکشو کم میکنیم. ببخشید اینا هی استوب میکنم. ایشون اومد کاپوته این ماشینه رو دزدید. حالا نمیم این ماشینه رو نمیشنستم، تیباس راناس چیه، گذاشت رو ماشین خودش رفت. آره آره دیگه نمیم. بعد مال خودش رو بر نمیداره ببره، همون گذاشت روی کاپوت. این من نمیدونم، فکر نمی کنم مثلا به عنوان سارق باشه، چون مال خودش رو گذاشت حالا کسی شک نکنه، ولی نمیدونم. این حالا جالب بود که به موضوع این ویدیو میخوره پخشش کرد. خب بیام چیزی که جو باقی نمیمونه همین بود و به پایان رسید این موضوع این ویدیو من. اگه هر نظری داشتید در مورد سبک این ویدیویی که من ضبط میکنم بنویسید اینجا. من در همه موضوعات در این کانالی که دارید ببینید، چه در آپارات چه در یوتیوب، در همه موضوعات من اینجا میام ویدیوهای درست میکنم، در موضوعات خبری، ورزشی، نمیدونم سیاسی، نمیدونم موضوعات علمی و هنرمندان و غیره. یه بخشی از کارهایی که من خودم علاقه دارم همیشه انجام بدم این که خبرهای حوادث رو اینا رو دنبال بکنم. پس اینجایی که هستید ویدیوهای مشابه این گونه ای در قبلا هم بوده در همین کانالی که دارید میبینید. اگه یوتیوب میبینید شکلش اینجوریه، آپارات میبینید شکلش اینجوریه. فعلا در این دو تا کانال حوادث رو هر چند روز یه بار، حوادثی که مثلا جنبه رسانه‌ای رسمی داشته باشه اونجا میپرازیم. خب همین بود و دیگه بعد صبر کنیم جزئیات جدیدی از این موضوع پخش بشه یا نه، ولی بعید میدونم اون موقعی که دادگاهش برگزار بشه یا نه موضوعیت این خبر کم شده، ولی اگر اون زمان دادگاهش حالا بود من اینجا میام درش ویدیو درست میکنم. ولی به صورت مثلا علنی بود و خبرگزاری رکنا و اینا معمولا میان تا ماها پیگیری میکنن. خب همین که میبینید دیگه همه چیزایی هم که ازشون کشف شده و اینا رو هم گذاشتن اینجا رو میز و حالا تا ببینیم که بعد از ظهر مثلا اکتای دیگه منتشر میشه یا خیر، یا اون کنفرانسی که برگزار شد. خب خسته نباشید به دوستان نیرو انتظامی بابت این موضوع و فعلا همگی خدا نگهدار.